شاهکار خودم رو به آدم بزرگانشون دادم و از اونا پرسیدم که آیا از نقاشی من میترسین؟ در جواب گفتن چرا بترسین؟ کلاه که ترس نداره. اما نقاشی من شبیه به کلاه نبود، بلکه تصویر مار بوایی بود که فیلی رو هضم میکرد. وقت من توی شکم مار بوا رو کشیدم تا آدم بزرگا بتونن چیزی از اون بفهمن. آدم بزرگا همیشه احتیاج به توضیح دارن. آدم بزرگا به من نصیحت کردن که کشیدن عکس مارهای بوای باز و بسته رو کنار بگذارم و بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور بپردازم. این بود که تو 6 سالگی از کار ظریفی مثل نقاشی دست کشیدم. میکایل شهرستانی در اول اسفند 1341 خورشیدی به دنیا آمد، در شب زمستانی. 4مین بچه از یک خانواده متوسط. پدرم کارمند وزارت کشور بود، مادرم خانه‌دار که هر دوشون به رحمت خدا رفتن سال 85 و 86. 3 برادر و خواهر من در واقع که از من بزرگتر بودن، به هر صورت آدم‌های بسیار شریفی هستن، بسیار دوست داشتنی، ولی اونها برخلاف من خیلی کودکی کردن. من دلم نمیخواست اون درد سرهایی رو که پدر مادرم دوچارشون میشدن از طریق من دوباره تکرار بشه و دوچار بشن. اینکه من خیلی سعی کردم شاگرد درسخونی باشم، کمتر توی کوچه و خیابون سرک بکشم. من اون محیط رو دوست نداشتم، به دلیل اینکه هر روز تو مدرسه تنش داشتم، به دلیل اینکه حالا درسم خوب بود. باورتون شاید نشه، روزی من یک دعوا و مرافعه داشتم و چند نفری میریختن سرم و خاطرات کودکی من با مرافعه و دلشوره ها و تلواسه ها و دلهوره های همیشه همراه بود که حالا مدرسه که تمام میشه زنگ ساعت مثلا 12:01 میخوره، من چجور خودم به خونه برسونم. اینی که گاهی شاید باورتون نشه، ناظم یا اون بابای فراش در واقع مدرسه منو زودتر رد میکردن، در مدرسه رو میبستن یه خورده که من فرصت داشته باشم بود و هم از اون مدرسه فاصله بگیرم. تا این حد. اینجا خونه ما بود خیلی سال، حالا دقیقا نمیدونم چند سال اینجا ما مینشستیم. اگه در بزنیم باز کنن بریم تو خیلی معرکه است. میشه؟ فکر نمی کنم. سلام علیکم. ببخشید یه لحظه تشریف میارین دم در، من از تلویزیون مزاحمتون میشم. حالا ببخشید مرسی. اینجا یه در چوبی سبز رنگ بود با این دقل بابا، بعد این همسایه‌مون یک برادرزاده یا خواهرزاده ای داشتن، بعد این 3 چرخه داشت. من عاشق 3 چرخ سواری 2 چرخ سواری بودم. به خواهرم میگفتم این فهیمه رو بردار بیار اینجا، مشغولش کن باش عروسک بازی کن، من سوار این 3 چرخش بشم دور این حوزه چرخم. آقا یه دور میزدی این موقع تو اتاق سرک میکشه، من پیاده شو از 3 چرخمون کوفتمون میکرد. آره. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ قربان شما. زنده باشید. مثل اینکه صدای پامش میشنوم. بله باز. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ من اسمم میکایل شهرستانیه. وقتی نوجوان بودم، کوچیک بودم، نوجوان بودم، چندین سال تو این خونه ما ساکن بودیم. میتونم خواهش بکنم چون داریم فیلم رو میسازیم یه مروری بکنیم بیایم تو این حیات منزلتون؟ مزاحمتون هم نمیشیم، دست شما درد نکنه. بیاییم. عجب این درخت شم شده هنوز اینجاست. الله اکبر. این شم شده یه دونه درخت اینجا بود، یه چنار خیلی تنومند. اینجا طوفانای
و بادهای موسمی عجیب غریبی می اومد و این باور کنید تا روی سقف خونه می اومد و برمیگشت. زمستون که میشد برف می اومد اینجا، یه نردبانی پدر من میذاشت میرفت اون بالا با بوم غلطان که سنگ بود، سنگای عین یه متکا، اینو میکشیدن از این سر پشت بوم به اون سر میکشوندن که این صفر شه دوباره، این کاکل ور نیاد، آب به قول معروف نره داخلش و نروم به سقف رو سر ساکنینش. عجبا عجبا. یه معلمی داشتم به نام خانم مریم جهانگیری، کلاس دوم دبستان بودم. یه خطایی یه کسی کرد، حالا کاری ندارم چی بود، بعد ایشون گفت من همه رو تنبیه میکنم. خانم جهانگیری گفت دستتون رو بذارین روی میز. و خط کش خواست تنبیه کنه، من و یه نفر دستم رو بردم روی میز و نگاش کردم، مطمئن بودم که نمیزنه. من شاگرد اول کلاسشم، نفر بغل دستی منو زد رسید به من و من فقط توی چشماش خیره شدم ببینم میزنه یا نه و زد و من حیرت کردم، یعنی اصلا من درد و سوزش احساس نکردم، فقط خشمگین شدم، گفتم چرا منو زد، برای چی؟ اون که میدونه من نیستم، ولی اون چون گفته بود همه رو من تنبیه خواهم کرد، همه رو تنبیه کرد. شاید تا یک ماه باش حرف نمیزدم و در درونم در واقع من تو عالم کودکی گریستم، گریه کردم و وقتی رفتم تو خونه بغزم ترکید. این باید مدرسه پسرونه باشه که من دوران ابتداییمو اونجا گذروندم. اسمش اون موقع مدرسه بهمن بود. خیلی خوب، نمیدونم میشه دید از مدرسه. الان تعطیله دیگه مدرسه. بله. آه میترسن یه وقت ممکنه مسئولیت داشته باشن. به هر صورت خیلی ازتون ممنونم. من تو را در دست ندارم و با این همه هنوز میبینمت. آخ شبه نامیمون. آیا لامسه تو را احساس نمی کند چنان که باسره ادراک می کند؟ یا اینکه تو فقط خنجری هستی خیالی و مخلوقی دروغین که از مغز گرمازده پدید آمدی؟ من با دو تا برادر بزرگترم یادم یه سینما بود، الان یادم نمیاد، تو خیابون آذربایجان ترشت. نمیدونم چرا همش هم میرفتیم اونجا که فکر میکنم. بعد خب این آگهی ها رو ما میدیدیم دیگه تو روزنامه که مثلا فلان هنر پیشه، مثلا من هم دوستش داشتم، فیلمش اکران شده، بعد وقتی میشنیدم برادرم قراره که مثلا جمعه من رو ببره، دیگه اون شب خوابم نمیبرد تا صبح، چون بعدش همراهش یه دونه ساندویچ هم بود توی نونبروکی ها، یه ساندویچ سوسیس که اون طعم اون سوسیس دیگه من نچشیدم، با یک نوشابه زرد امروزی به قول دوستان. و همیشه برای من خیلی غیر قابل دسترس بودن اونایی که رو اون پرده نقره‌ای ظاهر می‌شدن، برام دنیای عجیبی بود. یک فیلم که فکر می‌کنم آقای منفردزاده‌ام سازنده موسیقیشه، چون بیش از هر چیز موسیقیش به یادم مونده، کوچه مردها. فیلمی قرار ساخته بشه از زندگی فرهنگی و حرفه‌ای من. من بچه‌ها رو راهنمایی کردم محل زندگیم، سال‌های دور، 45 سال پیش. اینجا هم تکیه سراسیا بود تا اونجا که یادمه. حالا اگه اجازه داریم ببینیم. زنده باشی. چه یادم یه حوض بزرگی بود.
اونو برداشتن، ترمیم کردن، اینو جاش گذاشتن، بعد اینا رو جدید ساختن. بله، آبدارخونه رو. بله. اونام نبود. اونام نبوده، بله. ولی این تاقنما همه بود. بله، اینا همه بود. منتش درستش کرد. اینقدر ما تو این حجره ها می نشستیم موقع محرم. من الان اون صدای اون جمعیت رو میشنوم آقای سلیمی، که اینجوری تو اون ایام محرم بعد این مجموعه های بزرگ رو که توش مثلا فش 10 تا دوری میگفتن آره، بعد آقا اینو 3 نفر میخوردن سیر نمیشدن به والله. دوری ها رو مجموعه 7-8 تا از اون دوری ها میذاشن تو، بعد دورش جمعیت جمع میشد 7-8-10 نفر تو هر کدوم از این حجره هایی که از اینا رو میذاشتن، یا اینجا صفحه های دراز برمی کردن سفید، بعد دو طرفش می نشستن. آقا سر و صدایی میشنیدی تو، زندگی جریان داشت. از همون سالها با دوست نمایشنامه نویسم، نمایشنامه نویس معاصر محمد رحمانیان، تبادل فرهنگی می کردیم، کتاب می خوندیم، نمایشنامه می خوندیم. خاطرم از اولین تئاتری که من بازی کردم توی همون 14-15 سالگی بود، در یک نمایش آموزشی که توی مدرسه اتفاق افتاد. در سال اوم دبیرستان بودم، یعنی تقریبا همون سالهای 57-58، یک نمایش رو روی صحنه بردم از آقای بهزاد فراهانی به نام نمایش کوچ. اون در واقع اولین کارگردانی من بود که بچه های مدرسه رو اونا که علاقه من بودن جمع کردم و اون اثر رو کارگردانی کردم به قول خودم و روی صحنه بردم. ارتباطم با سینما کمتر شده بود، ولی قطع نشده بود. اما تئاتر یه شکل جدیتری به عنوان یک پدیده تو زندگیم جا باز کرد و در اداره تئاتر وقت ما جزء کسایی بودیم که مرتب اونجا سعی می‌کردیم سر بزنیم، میرفتیم مبشای اداره تئاتر رو میدیدیم. رفته رفته اولین کارم رو من روی صحنه بردم در سال زمستان 60، یعنی فکر میکنم 60 یا 61، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم. اولین دوره جشنواره فجر برگزار شد. یادم هست که رئیس وقت در تئاتر شهر علیرضا مجلل بود. من اون نمایش رو کارگردانی کردم و محمد متن نوشته بود، هر دو بازیش کردیم. یک کار دو پرسوناژه بود به نام سرود سرخ برادری. نه نور خاصی به ما دادن، نه صحنه خاصی. تو همون راهروی تئاتر شهر با سینکا من موی محمد و یا اون موی منو، آره اون موی منو همینجوری با آب و سینکات سفید کرد، چون یه سرباز پیری بود و یک اسیر عراقی. این دوتا کاراکتر بودن. اتفاقاتی که برای این دوتا توی بیابان میافتاد و حالا کاری نداریم. بعد من اون رو گریمش کردم با یه فون دستی و همونجا سرپا عین دوتا بچه یتیم، یعنی حتی اتاقی هم نداشتیم اونجا، بهمون ندادن. تو راه رو گریم کردیم و سرمون ساعت رفتیم توی سالن قشقایی اجرا کردیم. شرایط خب خاصی هم بود و تمایلات ما به این حرفه داشت جدیتر میشد و خیلی هم سعی میکردیم اصولی این کار رو یاد بگیریم. زمان خدمت من دقیقا سال 61 تا 63 بود و در مناطق جنگی و هرگز این رو تا اونجایی که میتونستم به کسی نگفتم. خب من چند تا از رفقام اونجا از دست دادم، برام خیلی سخت بود. یادمه چون من نماینده تیپ 1 بودم که سردوشی میگرفتیم، چون میدونید هر تیپ یه نمایندهش میومدن سردوشی میگرفتن، بعدم میگفتن به طور سمبولیک همه اون گردان صاحب اون یا اون تیپ مثلا صاحب اون سردوشی شد و اینا میتونن الان برن خدمت اصلیشون رو بکنن بعد از آموزش. همه فکر میکردن که من خب در تهران میمونم دیگه، نماینده تیپم. بعد منو فرستادن چپه. آقای به به، حالت چطوری؟ حالت خوبه؟
سلامتی؟ زنده باشی. بلا عزیزم، حالت خوبه؟ خانوادت خوبن؟ الحمدلله. خود شما چطوری؟ منم خوبم الحمدلله. ایشون خواهرزاده زن برادر منه. ما با هم سربازی رو تو اهواز با هم گذروندیم. هم گروهانی نبودیم. هم گروهانی هم بودیم. دیویستویسه که سوار زرهی لشکر 91 اهواز. آره. چی کار میکاری شما الان؟ خریدو. الان کارت چیه؟ کار افتادم. ای وای. آره. آه بازش هستی. بسه مالی بگیرم. آها. خیلی خوب. چند تا بچه داری؟ دوتا. زنده باشن، زنده باشن. خیلی خوشحالم دیدمت. ان شاء الله همیشه برقرار باشه. یا حال قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. بعد از خدمت سربازی من در اولین نمایشی که دیگه با یک ساختار جدی با هنرپیشه‌های شناخته شده روی صحنه رفتم، نمایش پرومته در زنجیر مجید جعفری بود. اونجا من با مرحوم شکیبایی آشنا شدم که البته با خسرو ما یک فیلم رو هم بعد از اون تجربه کردیم به کارگردانی آقای ژکان، سایه به سایه. برای من ورود به سینما جاذبه های خودش رو داشت با یک کارگردان جریانساز، خوشفکر و بازی با کنار سوپرستارهایی مثل خسرو شکیبایی و همینطور خانم نیکی کریمی که خاطرم هست یواش یواش داشتن در سینما عنوانی استار مطرح می شدن. عجیبه پوریا، تاریخ ازدواجمون یادشه. اگه یادم می رفت عجیب بود خانم پوریا. ببینم تو گشت نداری؟ چرا قربان، همین امشب. خب وقت داری یه فنجون چایی؟ نه قربان ممنون، شأنی درجه دار نیست کنار افسرا بشینه. دوره اینجور حرفا گذشته، بیا بشین. هنوز فراموش نکردی ستوان هیدری؟ من استوار هستم خانم پوریا. خسرو شکیبایی نازنین مرگم بی شوخی می گرفت و همیشه آماده بود، همونجوری که آماده برای زندگی کردن. خیلی دوست داشتنی، خیلی شیرین، خیلی گوارا، فریش، ماکس فریش. یه جور دیدگاهی نزدیک به برشت داره، یعنی اون نوع تئاتر رو، تئاتر فاصله گذاری رو خیلی دوست داشته، کار میکرده، مینوشته. یه اثری داره تو 23 سالگی نوشته به نام که من بازی کردم. ای بابا سم بالا رفته ها. آفرین، سانتا کروز. سانتا کروز خیلی اون اثر دوست دارم. آقای بازیگر به معنای اخص کلمه، دورمات، فردریش یا فردریک دورمات، نویسنده محبوب استادم حمید سفندریان. خیلی از این نویسنده کار رو صحنه برد. افتخار دارم که ازدواج آقای میسیسی پیش رو بازی کردم به کارگردانی استادم استانیسلافسکی. برشت، استاد بیزایی، استاد بهمن فرمان آرا، دکتر قطب‌الدین صادقی که یه وقتایی بخش نوستالژیک زندگی منم به خودش اختصاص داده. بیشترین کار رو در عرصه تئاتر با این کارگردان من انجام دادم. استاد نازنینم، پدر معنوی، این کسی که تئاتر رو از او آموختم، تعریف نوینی از بازیگری به کمک او رسیدم. وقتی پدرم فوت کرد خبر بهم رسید، مادرم فوت کرد خبرش بهم رسید. تنها کسی که تا آخرین لحظه ای که آخرین نفساش رو کشید بالای سرش بودن حمید سمندریان بود. این جایی که میره سراغ جغرافیدان. اینم یک نفر کاشف، از کجا میایی؟ این کتاب بزرگ چیه؟ شما اینجا چی کار میکنین؟ من جغرافیدانم. جغرافیدان کیه؟ جغرافیدان آدم دانشمندیه که میدونه دریاها و رودخانه ها و شهرها و کوها و بیابانها در کجا واقع شدن. نمایشنامه ازدواج آقای میسیسیپی رو من
تو اون سال کار کردم که البته سال 66 بوده. این کار در زندگی من تأثیر خیلی جدی داشت. البته قبل از اون من خدمتتون عرض بکنم که نمایش آخر بازی رو من روی صحنه داشتم با مرحوم دکتر پروانه مژده که تئاتر ابزورد رو در واقع از ایشون من آموختم. بسیار مسلط بر این نوع و شکل از تئاتر بودن، دستیار نمایشنامه نویس معاصر هارولد پینتر بودن، ادبیات انگلیسی و کلاسیک رو بسیار خوب میشناختن و این ژانر رو خیلی مسلط بودن. با دیدن اون کار و نقدی که دکتر قطب‌الدین صادقی که از تازه از فرانسه پیش برده بودن، تحصیلاتشون تموم شده بود، نوشتن، منو دعوت کردن به بازی در نمایش سیمرغ که از منطقه تیر عطار ژان کلود کاریر در واقع یک اثری رو ساخته بودند و دکتر صادقی بر اساس اون این نمایشنامه رو نوشته بودند و کارگردانی کردن. یه جمع که کار تک نفره بود، یک مونولوگ بود که حدود 33-34 نقش رو من بازی میکردم و با یک زبان بسیار پیچیده و سخت که برای من باز اون یک نقطه عطفی بود و باز یک تجربه دیگری رو چند سال بعد با دکتر صادقی تکرار کردم به نام سحوری که باز 20 و اندی نقش رو در طی 75 دقیقه نمایش روی صحنه داشتم. حالا اینجا ساز زدن هم اضافه شده بود و با دهلی که باید گاه و بیگاه روی صحنه نواخته میشد. رن شو خوک، هر دفعه میافته خوابش میبره، تناب رو میکشه. بلند شو خوک، صدای لکی که بلند میشود و باربونش را جمع میکند، توتستو تناب رو میکشد. برگرد، لکی عقب عقب بارد میشود. بیسا، لکی میشه بچخ، لکی میچرخد. پوتسو به ولادیمیر و استراگون رو میکند، دوستانه. آیان، خوشحالم که با شما ملاقات کردم. پیش از آن که آنها بتوانند ناباوری خود را بیان کنند. بله بله، بی اندازه خوشحالم. تناب را میکشد. نزدیکتر، لکی پیش میرود. وایسا، لکی میایستد. پوتسو به ولادیمیر و استراگون رو میکند. بله، راه طولانی به نظر میرسه وقتی که آدم در تصویر یک رویا که اولین تجربه فکر میکنم تلویزیونیم بود در مدیوم سریال، اون کارم کار بدی نبود به نظر من. با اقبال عمومی روبرو شد در دوره خودش و یه نقش خاکستری بود. من خیلی دوست داشتم اون کاراکتر رو. اصولا در درام های ایرانی نقش های مثبت به شکل من استدلال کار میکنم به شکل اسفباری خوبن و بی خودی خوبن. اصلا معلوم نیست چرا خوبه. به همین دلیل من از نقش‌های حالا خاکستری یا حتی منفی بیشتر خوشم میاد. صداها رو با فرزاد معتمد کار کردم. اولین فیلم نامه بود. وقتی خوندم خودم بعد دو سه روز دیدم خبری نشد، زنگ زدم گفتم من از این فیلم نامه خوشم اومده، چرا زنگ نزدین؟ نمیخواین شروع کنین؟ اکران‌های بسیار بدی به این فیلم داده شد تو جاهای مختلف و این فیلم فروش خودش رو نتونست بکنه. میتونی بهش بگی فعلا مشغول مردنم، بعدن تماس بگی. 6 سال پیش براشون یه کار ضبط کردیم، هر سال داره پخش میشه. بله، سید روزی دیگه بود بودم میان سر این کار ضبط میکنم میرن سر کار بعدی. مگه تو بنزولی میتونی عوض شی؟ بستگی داره حکم دادگاه پشت سرم باشه. این صدا از کجا میاد؟
گفتم این صدا از کجا میاد؟ چه میدونم، بالایان. تو صدای همه رو از اینجا گوش میکنی؟ سالی چند بار شازده کوچولو رو اجرا میکنم. یه ارتباط عاطفی غریبی باش دارم. هیچ کاری رو اینقدر اجرا نکردم، اینقدر بازخوانی نکردم، خوانش نکردم، چه تو خلوت چه شاید بهتون بگم چه میدونم 200 بار 300 بار این متن خونده باشم دروغ نگفتم. خب خیلی هاشم در حضور تماشاگر بوده، خیلی هاشم در خلوت بوده. خیلی بی پیرایه است، خیلی بی قشه، خیلی نویسنده رو راسته، حقایقی رو برملا میکنه با زبان کودکانه در این حال، در واقع از منظر یه ذهن معصومه دیگه. تا حالا من سوار نشده بودم ها، سوار این درشگه ها و تو بازار رو هر کی هم سوار میشد خنده میگرفت. یه رشته خوشکار فروشی بود که ماه رمزونا اینجا یه مغازه‌ای رو اجاره میکردن و خلاصه رشته خوشکار میفروختن به مردم. منم چون اصلیتم پدر مادرم گیلکن دیگه، گیلانی هم خیلی دوست دارم. کنار رادیو و بازیگری در رادیو در سالهای به اصطلاح 69-70 دیگه رسماً کارگردانی در رادیو رو شروع کردم. هر زنی دوست دارد برای همسر خود نوشیدنی و خوراک مهیا کند تا از سلامت آن مطمئن باشد. من نیز باشد باشد. حال جوشاندت حاضر است؟ آری. و اما در ادامه این داستان ماجراهایی رو خواهد داد عجیب تر از عجیب. تا به این لحظه که فقط حل معماهای آن دختر بود. ببینم نامی نداشت؟ چرا؟ همه او را به عنوان دختر دلیله هیلگر می شناختن. اما سرنوشت عزیز عجیب تر خواهد شد، چرا که روزگار تازه بازی خود را آغاز خواهد کرد. ببین داخل کاروانیان شهرستانی چی میگه؟ هم همه متعارفشو داره. بعد اینا میکروفون رو با خودشون میبرن دورترک، اون جوان مغموم و محسون و عاشق رو میبینن. اوکی؟ طبیعتا ذره ذره لبلتون بیاد پایین. قربان از من دوباره؟ بله بله، از شما سپاس گذاریم. از شما سپاسگزاریم سرورم، از اینکه قدم بر چشمان ما گذاشتید خرسندیم. خداوند به شما عمری طولانی بدهد. بمانید و میهمان ما باشید شهزاده. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم سفری خوب پیش رو داشته باشید. برم. اسم فیلمی که ساختم زندگی با حضور یک دیوار بود. فوق‌العاده بود. اون 17 شب من زندگی کردم، زندگی واقعی. چون آدم گاهی نگاه میکنه به پشت سرش میگه من عمرم رو سپری کردم، فقط عمرم گذشت. کارو خیلی دوست دارم، خیلی جاش خالیه. به نظرم حداقل در بخش سینمای تجربی، هنر تجربی میتونست اکران بشه، چون حالا فیلمای خاصی اونجا قرار است نمایش داده بشه. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. من پروانه نمایش رو در یک اکران در ایران و خارج از کشور گرفتم که خب ترجیح من میدادم اینجا کار اصلا طرح بشه، مخاطب ایرانی باش مواجه بشه. من که برای کانادایی فیلم نساختم، برای انگلیسی زبان یا نمیدونم روسی زبان کار رو نساختم، من برای ایرانی ساختم. دلم میخواست اینجا اول مطرح میشد. بگذاریم، خیلی از فیلم ها میره اون طرف جایزه میگیره بعد تازه میاد داخل کشور مطرح میشه. ما اون روند رو اصلا نمیپسندم.
مهدی میامه یه روز زنگ زد گفت مهادری سجادی که من مدیر تولیدشم میخواد یه فیلم بسازه در باره تئاتر. یعنی چی؟ گفت یعنی یه فیلمیه که یه گروه تئاتری میخوان تئاتری رو روی صحنه بیارن، اتفاقات میفته توی این قصه. گفتم خب برو متن بفرست. گفت میشه بیای دفتر؟ سجادی دو سه ساعت نشست حرف زد، قصه رو شکافت و کاراکترهای متعددی رو که من باید بازی میکردم، یعنی توی اون فیلم هم افراسیابم هم پدر سیاوش عجبا و بله کیکاووس و بازیگری که این دوتا نقش رو داره بازی میکنه، یعنی در واقع در سه کاراکتر من باید ظاهر میشم. بعد از توضیحاتی که داد خوشم اومد و منو قانع کرد که فقط تو اتفاقا میتونی این نقش رو بازی کنی با تجربیاتی که در گذشته داشتی. فضا خیلی فضای صمیمانه دوست داشتنی بود، با بحث‌های شیرین مباحثه ما رسیدیم به نقش و این تفاوتایی که باید در نقش ایجاد می‌کردیم و مهمتر از هر چیز چون درباره تئاتر بود برای من خیلی جذاب بود. وقتی می‌خوای یک جامعه رو مزمحل بکنی اول زبانش رو ازش بگیر و ما وقتی زبان خودمون رو نمی‌شناسیم، من گاهی پیش میاد سر کلاسام از هنرجو میپرسم الفبای زبان مادریشو نمیدونه اما الفبای انگلیسی رو میدونه و این خیلی دردناکه و اونا رو من وا میدارم. یا یه هفته بعد یاد نگرفتید لطف کنید بیاید پولتون رو بگیرید و تشبیه نیارید. ساکت لطفا. نام؟ محمد مصدق. فرزند؟ هدایت. شغل؟ نخست وزیر قانونی ایران. مهمایش هم جزء حالا سریال هایی بود که من کار کردم، آخرین سریال بود، آخرین کار تصویریم هست. آقای ورزی چند تا شخصیت رو من پیشنهاد کردن، جواب منفی دادن. برای سومین بار به من پیشنهاد تیمور بختیار رو کردن. راستش این منو قلقلک داد. اولا که این پرسوناج توی هیچ درامی تا حالا نوشته نشده بود و بازی نشده بود. ما توده یارو زندانی و شکنجه میکنیم، بعد میفرستیم بیرون تا وصف کار ما رو به نیروهای مخالف بده. با آب و تاب، مثل قصه های هزار و یک شب. اینطوری میتونی اقتدار سلطنت رو نشون بدی؟ اون وقته که همه ماستاشون رو کیسه میکنن. چه هوش و ذکاوتی. شما باید جای من باشی. دیگه همینی که ظاهر باطن میبینین دیگه. آموزشگاهیه که بعد 24-5 سال تدریس مداوم تصمیم گرفتیم راه اندازی بکنیم به کمک یا با مجوز و امتیاز همسرم خانم اسدی و از شهریور سال گذشته دیگه متمرکز شدم همینجا خودم. دیگه مراکز و یا دانشگاه های مؤسسات دیگه مطلق درس نمیدم. مثلا همین سال که توش قرار داریم سال 96-4 اثر رو آماده کردیم و رو صحنه بردیم. محصول خروجی این مدرسه بود که فکر نمی‌کنم هیچ مؤسسه و آموزشگاهی توان و ظرفیت اینو داشته باشه که طی یک سال 4 دوره بازیگری رو آماده کنه ببرن رو صحنه. دیشب انقدر این سایه خنجر رو صورتش خوشگل بود، این یه تیغه آرام آرام به طور تصادفی البته. تو رو خدا قسمت میدم این خنجر رو برمی‌داری به رو به رو بگو، نه به این بگو نه به اون بگو. چجوری بهت بگم وقتی سرت پایینه پر از سایه است، من هیچی از صورتت نمیبینم، من یه نور موزه اینجا دارم فقط. کیست که حاضر به بردن این بارها باشد و بخواهد که در زیر فشار زندگانی پرملال پیوسته ناله و شکایت کند و عرق بریزد؟ امانا بیم از ما برای مرگ آن سرزمین نامکشوفی که از سرحدش هیچ مسافری باز نمیگردد
شخص را حیران با اراده او را سست. گاهی دو تا سه تا کار توی سالن با این عباد رو صحنه میره و کار رو سخت میکنه برای ما و گاهی آزاردهنده. دیدین که ما باید 3 ساعت 4 ساعت توی اون اتاق 3-4 متری بدونیم که سرصدا بکنیم، آرام حرف بزنیم، کارمون رو بتونیم انجام بدیم. عصبی میکنه آدمو، خسته میکنه، فرسود میکنه. یعنی واقعا یه روند دیگه لذت بخش نیست. بارها از خودم سوال کردم تو که دیگه لذتی نمیبری، درآمدی هم که به اون معنا نداره. من خیلی خیلی شانس بیارم آقای سبینی یر به یر بشه، یعنی هزینه که بکنم شانس بیارم یر به یر بشه. من از ریا بیزارم، نه ردای سیاه مادر عزیز، نه حالت افسرده چهره، نه هر چه شیوه یا ظاهر اندوه دارد میتواند به درستی مرا تصویر کند. اینها همه به راستی نمودند، زیرا چیزهایی هستند که مرد میتواند به خود ببندد، اما آنچه در من است به نمایش در نمی آید. این سرشت خوب و ستودنی شما از حملت که در حق پدرتان بعدای این تکالیف سوگواری قیام میکند، ولی از یاد نبرید که پدرتان نیز پدری را از دست داد و آن پدر از دست رفته هم پدرش را. اگر بناست بازماندگان یک چند به اقتضای وظیفه فرزندی در اندوه و ماتم فرو روند، لجاج ورزیدن در این ماتم زدگی نشانه ضعف خودسری است و نیز گستاخی در برابر مشیت پروردگار. اینکه چقدر من از سال 58-9 که شروع کردم توی اون راهروهای پرپیچ و خم تئاتر شهر، نه تو اتاق گرین، تازه خودم گرین بکنم، همکارم دوستم وای رحمانیان همینطور که نویسنده اون کار بود، همدیگر رو گرین بکنیم، آماده بکنیم بریم روی صحنه، تا امروز فکر میکنم مسیرم کج نبوده، بیراهه نبوده، هرچند میتونست تسریع بشه، میتونست ببخشید یه خورده جمع‌ترش کنیم، میتونست زودتر برسم به جایگاهی که امروز خوبه کسب کردم و در واقع فرصت سوزی نشه. من الان 6 سال کار نکردم، بازی نکردم. خیلی ها میکاری شهرستانی به عنوان بازیگر میشناسن، خیلی کارگردانی های منو ندیدن حتی یه دونه شو، بعضی ها تک و توک، بعضی ها خب تعقیب کردن همه کارهای منو. باید قبول بکنیم قابلیتایی که من فرض فهمید تو 30 سالگی داشتم تو 55 سالگی دیگه ندارم. طبیعتا من فکر میکنم اگه شرایط فراهم باشه، همونطور که عرض کردم، سرعت رشد آدم ها افزایش پیدا میکنه، ما کمتر زمان رو از دست میدیم. گفتم کارم هم درد هم درمون. من با حرفم زندم، حتی فیزیکی دارم عرض میکنم، فقط روحی نه. تئاتر خصوصی به نظر من خیلی صدمه زده. من نمیگم تئاتر ملک تلق پدری ماست، ماها فقط با تئاتر کار بکنیم، همه بیان تئاتر کار بکنن. در دوران گذشتم هنرپیشه از سینما میمدن تئاتر کار میکردن، از تئاتر میرفتن سینما کار میکردن. همونجوری که ما وارد عرصه تصویر میشیم، چرا اونا نیان؟ اما بهره کشی که از اونها در واقع به نوعی میشه، سوء استفاده ای که بعضی از تهیه کنندگان یا مدیران تولید انجام میدن تحت این عنوان، که شما با آوردن یه چهره، دو چهره، سه چهره که هم مردم فریب بدی، اونا رو بذاری سر کار، هم از اون چهره ها حالا چیزی که رسمه مود شده سوء استفاده کنی. لطفاً برید ببینید نمایشایی رو که بسیاری از این چهره ها به واسطه حضورشون خیلی هم پرفروشه و روی صحنه میره. آیا ببینید میتونید با اونها، با اون نقش ها، با نقش های اونها در واقع، نه با اونها که معمولا میرن با اونها ارتباط بگیرن، دو تاکسی سلفی بگیرن و اینها. متاسفانه، متاسفانه. آیا ببینید با نقششون میتونید ارتباط بگیرین؟ آیا کلاهبرداری نشده ازتون؟ احساس نمیکنین؟ بازیگری که صداش نمیرسه هاشف میبنده، میکروفون قلمی میبنده زیر گلوش که صداش برسه. این تربیت نشده، این برای این کار تربیت نشده، برای تلویزیون تربیت شده.
برای سینما که از این فاصله هم بتونه صدای خودش رو به این بوم برسونه. میخوای این بوم یه لحظه بیار تو مردم ببینن واقعا. آره به این شما با این لول حرف بزنی ضبط میکنه، اما با این لول که نمیتونیش روی صحنه ظاهر بشی که. اجازه بدیم بگم مرد میخواد روی صحنه ظاهر بشه و صداشو 50 متر اون برتر برسونه بدونی که تصنع در بازیش باشه. خب اونو با تربیت بشن، حیوانکی رو بیارید بهشون یاد بدید، آموزش بدید، بعد ببرینشون رو صحنه. چه اشکال داره؟ ایکس و ایگرک، من اسم نمیدارم هیچ کدومشون، چون بعضی از اینا رفیقای منن، دوستای منن. این تئاتره که در همه جای دنیا سینما رو تغذیه میکنه، تلویزیون رو تغذیه میکنه. من افتخار میکنم که بازیگر تئاترم، اول بازیگر تئاترم، بعد بازیگر رادیو هستم و بعد در مدیوم سینما یا تلویزیون دستی از دور بر آتش داشتم. حالا به دلایل بیشمارم. حالا این منظره برای من زیباترین و غم‌انگیزترین منظره دنیاست. این همون منظره‌ایه که من اون رو بار دیگه کشیدم تا اون رو به شما نشون بدم. همینجاست که شازده کوچولوی من بر زمین ظاهر شد و بعد ناپدید گردید. به دقت به این منظره نگاه کنید تا اگر روزی به آفریقا به بیابون‌های اونجا سفر کردید بتونید اونو بشناسید. اون وقت لطف کنید و نگذارید من اینطور دل افسرده و غمگین بمونه. زود بردارید به هم بنویسید که اون شازده کوچولوی منه که برگشته. این خودم و شازده کوچولو، شاید اون تنهایی که اون موقع من داشتم، دوست زیادی نداشتم و کلاس که تموم شد مجبور بودم سریعا خودمو یک مکان امنی که چیزی جز خونه نبود برسونم، ناخودآگاه منو کشونده باشه به طرف این متن. این متن برام اینقدر جذاب شده، منم باش مانست پیدا کردم. نمیدونم، شاید بریم.